نظرتون راجع به حراجی تهران چیه؟ من فکر میکنم به دلیل تعطیل بودن بخشای دیگری از جهان چیزها، اتفاقات عمومی تجسمی مثل بینال ها، مثل اکسپو ها، مثل اینها باعث شده که حراج تهران بی جهت بهش زیادی پرداخته میشه و عمده شده. یکیش اینه، یکیش جدید بودنشه. سابقه چند ساله، 4-5 ساله داره. حراج جای فرهنگی نیست. اصلا انتظار فرهنگی داشتن از جایی که مثلا مبل رو دارن حراج میکنن یعنی چی؟ خب طرف میخواد وسیلهشو بفروشه. جایی که توش سرمایه و پول داره گردش میکنه، خب انتظار فرهنگی نباید داشته باشه. حراج حراجه. چرا ما داریم با دید اخلاقیات به یک اتفاق اقتصادی نگاه میکنیم؟ چراش مهمه؟ چون زمینای دیگه خالیه. من این رو به رئیس موزه هنرهای معاصر، به مسئول تجسمی گفتم، گفتم بیاین این بینال رو راه بندازین، بیاین این فشار رو از روی یه چیز دیگه بی جهت بردارین. این فشار اصلا بی منطق اونجاست. بینال جاییست که کار رو از نظر ارزش‌های هنری بررسی میکنن، جایزه میدن، امتیاز میدن، چه میدن، معرفی میشه اصلا. خب وقتی این اتفاق چند سال تعطیل تو این مملکت به دلیل اینکه ارشاد میگه من باید اسمم همه جا باشه، انجمن نقاشان هم میگه نه من باید اسمم همه جا باشه، اونم میگه فلان، من پولشو میدم، اونم میگه نه من هنرمندشو میارم. خب وقتی این تعطیله، طبیعیه که از حراجم توقعات معنوی داریم ما. شما برید تو این گالری ها بچرخه ببینید چه تعداد به نسبت تعداد آثاری که به نمایش در هر هفته در میاد چه تعدادش فروخته میشه. ما هنوز اقتصاد نقاش هنر شکل نگرفته. من هنر میگم برای اینکه من کاری به سینما ندارم، من دارم حوزه نقاشی رو میگم، شکل نگرفته. خب وقتی زمینش نیست، همون چیزیست که شما الان دارین میگی. خب حراج جاییست که رقابت وجود داره، رقابت اقتصادی وجود داره، رقابت معنوی و محتوایی که وجود نداره تو حراج. حراج رقابت اقتصادی و طبیعتا قیمت میره بالا. ولی باید دید چرا؟ این چرا به خاطر ایست که رقم خرید آثار هنری کفایت تعداد اثر رو نمی کنه. خب این مشکل اقتصادی جامعه است. نمایشگاه‌های شما، آثار شما به شما چی میاموزه؟ به من میاموزه که بعد از هر نمایشی باید من یه دوره جدید رو شروع کنم، یه حرکت جدید رو. مثلا نمایش پارسال من توی سیهون با اون چی که الان مشغولم این دوره هجوم کاملا دوتا چیز متفاوته. اون دوره های شهرم بود و بعد فکر کردم خب حالا فعلا دیگه این دوره کافیه، بعد دوره های کویری ها رو شروع کردم که به شهر تهاجم و اینها داره منجر شده. درم میخواد اثر طوری باشه که بتونه بیننده رو در برابر خودش نگه داره، تا حدی بتونن با همدیگه یک رابطه‌ای برقرار بکنن. این خیلی برای من موفقیت مهمه، برای من واقعا، که اگر این اتفاق بیفته. در برابر نقدهای منفی عکس‌العملتون چیه؟ اصولا هر نقدی اولش تلخه، ولی بعضیش ثمره میده. یعنی اون تلخیه بیشتر ثمره میده تا تعریف و تمجیده. یعنی حتی آدم بدون اینکه خودش هم متوجه باشه، بعد در این کار کردن میبینه که اون تلخه داره اثر میذاره. این تو آموزش هم همینطوره. یعنی یک معلم به گمان من ضمن اینکه تشویق کننده است، باید توبیخ کننده باشه، برای اینکه اون توبیخ هستش که همیشه
در خاطر هنرجو میمونه و باعث میشه هنرجو همیشه یک هشداری همراهش باشه. و این توی نقد هم همینطوره، نقد در حقیقت یک هشداره. حالا ممکنه نقد درست باشه یا درصدیش درست باشه، درصدیش هم منطقی نباشه، ولی نقد همیشه یک هشداره دیگه. و انسان رو باعث میشه انسان در خودش تجدید نظر میکنه، انسان در هدفش، در نگاهش به آثارش، در دلبستگیش به آثارش. یک حسن بزرگش اینست که دلبستگی ما رو به اثر کم میکنه و این خیلی مهمه. من فکر میکنم هنرمند باید خیلی دلبسته اثر خودش نباشه واقعا، و در حقیقت اگر باشه خودش رو تکرار میکنه بیشتر. ما یکی از کمبودهایی که تو جامعه الان داریم نقده. البته شاید در کل دنیا اینطور باشه، یه دو نظرشون نیست که اصلا کل دنیا به این سمت رفته که نوشته های کوتاه در جهان مجازی جای نقد هنری رو گرفته. همه این سوال رو مطرح میکنن، چرا ما نقد هنری نداریم؟ یا چرا منتقدای ما اونطور که باید منتقد نیست؟ همه به هم یه جورایی نون قرض میدن، با هم خوشوبش میکنن، قربون قطع قطع واره هم دیگه میرن. یک فضایی تو جامعه وجود اومد که طبقه فرهنگی احساس در اقلیت بودن کرد. خب من و شما خودمون رو در اقلیت ببینیم، حالا من بیام کار شما رو هم زیر نقد خودم ببرم، خودزنی نیست؟ هیچ کدوم حاضر نشده این خودزنی رو انجام بده. هممون میگفتیم حالا فعلا بذاریم خودمون رو حفظ کنیم، همدیگر رو داشته باشیم. حالا چیکار داری تو؟ یقه فلانی رو بگیری تو این اوضاع، بذار خودمون رو فعلا حفظ کنیم. چرا بعد ما اینطور فکر میگه؟ برای اینکه خودمون در اقلیت میدیدیم، نقدی به وجود نمیاد. اگر هم چیزی نوشته میشه قربون قد والا هم دیگه باید بریم که حفظ کنیم هم دیگه، تقویت کنیم این اقلیت رو. شما تا حالا شده چی بوده؟ فکر میکنم بهترین توصیه نیست که در پروسه کار هنری به خودم مراجعه بکنم و با صادقانه. من فکر میکنم بیش از هر چیزی این شعر حافظ برای من خیلی مهم بوده و راهگشا، و سعی کردم، البته نمیدونم چقدر موفق بودم، واقعا نمیدونم، ولی این که به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. خیلی حرف بزرگی، که خورشید زاید از نفست. امیدواریم که اینطور بشود یا باشد، ولی نمیبینیم.